ببینید در قضیه فلسطین این یک مثالی است میخوام بزنم. هیچ کشوری، هیچ دولتی به گرد جمهوری اسلامی نرسید در حمایت از فلسطین. این همه دنیا تصدیق کردن. جوری شد که بعضی از کشورهای عربی از ناراحتی دادشون بلند شد، گفتن ایران داره برای مقاصد خودش اینجا تلاش میکنه. فلسطینی ها البته اعتنایی نکردن به این حرف، از جمله در قضیه غزه در این جنگ 22 روزه چند ماه قبل. خب جمهوری اسلامی در همه سطوحش، از رهبری و ریاست جمهوری و مسئولین گوناگون و مردم و تظاهرات و پول و کمک و سپاه و غیره و غیره، همه در خدمت برادران فلسطینی مظلوم و مسلمان قرار گرفتن. در بهبوه این حرف ها یه وقت دیدیم که یک میکروب، یه ویروسی داره تکثیر مثل میکنه. هی میرن پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از محترمین که آقا شما دارید به کی کمک میکنید؟ اهل غزه ناسبی هن. ناسبی، ناسبی یعنی دشمن اهل بیت دیگه. ناسبی هن. یه عده باور کردن، دیدیم پیغام و پسخام که آقا میگن اینا ناسبی هن. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث. در غزه مسجد الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، مسجد الامام الحسین هست، چطور اینا ناسبی هن؟ سنی هن. بله سنی هن. اما ناسبی. اینجور حرف زدن، اینجور اقدام کردن، اینجور کار کردن. نقطه مقابلش هم هست، یه عده بلندشن برن قم لابلای کتابای شیعه رو نگاه کنن ببینن کجا اهانت به مقدسات اهل سنت، از او عکس بگیرن بیان پخش کنن تو محافل سنی، ببینید آقا این کتابای شیعه است. یا یک گوینده نادان، غافل یا مقرضی روی منبر نسبت به مقدسات اهل سنت یه حرف مهمل و بدی بزنه، این رو نوار کنن، سیدی کنن، برن اینجا اونجا اونجا پخش کنن، ببینید آقا این شیعه است، این رو به او بدبین کنن، او رو به این بدبین کنن. این معناش چیه؟ و تذهب الريح حکم ینجه، یعنی همین دیگه. وقتی اختلاف پیدا شد، وقتی تفرقه پیدا شد، وقتی نسبت به هم سوء ظن وجود داشت، وقتی یک دیگر رو خائن دانستیم، طبیعت است که با هم همکاری نخواهیم کرد. همکاری هم اگر بکنیم صمیمی نخواهیم بود با هم. این همون چیزی است که اون دشمن دنبال اوست. هم عالم شیعه هم عالم سنی باید این رو بفهمند، این رو درک کنند. بدیهی است دو تا مذهب در برخی از اصول، در برخی از فروع با هم اختلاف دارن، البته در بسیاری هم با هم اتحاد دارن، اما اختلاف به معنای دشمنی نیست. فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه با هم اختلاف داره. فتاوای ائمه اهل سنت در مواردی بسیار با هم دیگه اختلاف داره. اما لزومی نداره وقتی اختلاف داره انسان به هم دیگه بدگویی کنن، فحش بدن. خیلی خب او مذهبش اینه، اونم مذهبش اینه. نگاهه، یعنی هیچ کس نباید خیال کنه که اهل بیت پیغمبر مخصوص شیعن، متعلق به شیعن، نمال همه دنیای اسلام هم. کیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قبول نداشته باشه؟
کیه که حسن این علیه السلام سیدا شباب اهل الجنه رو قبول نداشته باشه؟ کیه که ائمه بزرگوار شیعه رو قبول نداشته باشه؟ حالا یکی او رو امام و واجب الاطاعه و مفروض الطاعه میدونه، یکی نمیدانه، اما قبولشون دارن. اینا حقایقی است، باید اینا رو فهمید، اینا رو باید نهادینه کرد، باید نهادینه کرد. بعضی البته خب این رو نمیفهمن، متحرک به تحریک دشمن میشدن، در حالی که خیال میکنن که کار درست. با هم یحسبون انهم یحزنون صنعا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنن کار خوب میکنن، غافل از این که دارن برای دشمن کار میکنن. این خصوصیت زمان ماست.